آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان قرار است در یک سفر سه روزه امروز وارد کابل شود و با مقام های امارت اسلامی دیدار کند. بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستانی، آقای درانی که اخیراً به عنوان نماینده ویژه منصوب شده، پیام روشنی را بر رهبری حکومت سرپرست افغانستان خواهد داد. سفر این مقام پاکستانی در حال صورت می گیرد که مقام های ارشد پاکستانی ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه های امن دارند، موردی که از سوی امارت اسلامی به اساس خوانده شده است. همیرا یوسفی جزئیات می دهد. سفر نماینده ویژه پاکستان به کابل. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان قرار است در یک سفر سه روزه امروز وارد کابل شود و با مقام های امارت اسلامی دیدار کند. بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستانی، آقای درانی که اخیراً به عنوان نماینده ویژه منصوب شده، پیام روشن را بر رهبری حکومت سرپرست افغانستان خواهد داد. پاکستان فشارها را بر حکومت سرپرست افغانستان برای مقابله با تهدید تحریک طالبان پاکستان افزایش داده است. سلسله حمله ها در بلوچستان سبب شد که آصف منیر فرمانده ارتش وعده هایی را که با جامعه جهانی دادند را به طالبان افغانستان یادآوری کند تا اجازه ندهند از خاک آنها در برابر کشورهای دیگر استفاده شود. آنچه که پاکستان خودش کشت کرده بود در آمریکا، گروه های تروریستی زاده خود پاکستان بود و گروه های تروریستی پاکستان ایجاد کرد و همون که گفتن چاکن خودش در چاه هست. امروز ما می‌بینیم که پاکستانی‌ها با سرنوشتی گرفتار شدند که در نیم قرن گذشته افغانستان سر دچار روز بود. گروه های تروریستی رو ایجاد کردن، این گروه‌ها رو به افغانستان فرستادن و امروز این گروه‌ها درد سر به خودشان شد. سفر این مقام پاکستانی در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان دو کشور بر سر موضوع پناهگاه‌های امن هراس افغانان هنوز هم پابرجاست. پاکستان همواره تاکید کرده که افغانستان مکان امن برای هراس افغانان است. از زمان حکم شدن طالبان تا حال مقامات پاکستانی سفرهای متعدد را بدون آجنده و خلاف پروتکل‌های دیپلماتیک به افغانستان داشته که نشان دهنده ضعف دستگاه دیپلماسی طالبان است. احتمالاً سفر آصف درانی نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان روی سرعت روند انتقال اشخاصی از وزیرستان به افغانستان باشد که چند قبل در رسانه‌های معتبر بین‌المللی نیز در این مورد بحث داشت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی حضور تحریک طالبان پاکستانی و همه گروه‌های هراس افغان در کشور را رد کرده و میگوید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور تهدید وجود ندارد. این اداره ما رد میکنیم، ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگر استفاده شد. این مورد ما جدی هستیم و از اعضای تحریک پاکستان جان نیستیم. گفتنی است که به دنبال حملات پسین در پاکستان، ارتش این کشور از حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه ارتش پاکستان آمده که پناهگاه های امن، آزادی عمل و جدیدترین سلاح ها در یک کشور همسایه در دسترس تحریک طالبان پاکستانی قرار دارد.